بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در قرآن ما 7 سوره داریم از مسبحات است. یکی از سوره هاش همینه، سوره صف یکی از سوره مسبحه هست. مسبحات یعنی سوره هایی که با تسبیح شروع می شود، حالا یا فعل امر یا فعل ماضی یا فعل مضارع یا مصدر، یا میگیم سبحان الذی اسرا بعبده، سوره اسراء جزء 15 هم. این سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل با سبحانه شروع میشه، با اسم مصدر، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، منزه از خدایی که بندهش را عبدش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد در شب معراج، اون سبحانه. یا سوره اعلا با فعل امر شروع میشه، سبح اسم ربک الاعلا، با تسبح تسبیح کن خدایت را با فعل امر. یا با مضارعشون میشه فعل مستقبل که فردا نماز جمعه میخوانیم، یسبح لله ما فی السماوات، فعل مضارع یعنی فیوچر. اینجا با فعل ماضی سبح لله، سبح لله ما فی السماوات، پس این فعل ماضی هستش که تسبیح گوی حضرت حق است هر آنچه در آسمان ها و زمین است. لله، الله اگر قبلش مجرور و کسره باشه باید اماله شود به قانون تجویدیه. ما یک میگیم الله اکبر، میگیم الله، اما یک میگیم بالله. ببینید این دیگه اون آ تبدیل به ا میشه دیگه، تقریبا میان فتحه و مد بلند میشه دیگه، بالله، لله ما فی السماوات، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است. السماوات جمع محلا به ال، مفید عموم است در زبان عربی، هر وقت صيغه جمع با الف لام بیاد این افاده عموم میکنه، یعنی تمام آسمان ها. حالا ما آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان هفتم، حالا اونها چه خبر است ما نمیدانیم، فقط این رو میدانیم از ناسا یاد گرفتیم که کل این عالم کهکشان، این کائناتی که الان کشف شده است و رصد شده است، که 20 میلیارد سال نوری دایمتر و قطر کیهان که شناخته شده است، یعنی 20 میلیارد سال نوری اصلا ما تا قیام قیامت بنشینیم نمیتونیم اصلا ایمیج بکنیم یعنی چی، اصلا نمیتونیم بفهمیم، اصلا درکش نمیتونیم بکنیم. 20 میلیارد سال نوری، یه چیزی من میگم شما یه چیزی میشنوید، فقط به شما بگویم این قطر 20 میلیاردی که قطر کائنات، شامل 100 میلیارد کهکشانه که هر کهکشان حداقل 100 میلیارد ستاره داره. حالا اینم نمیتونیم در تصور کنیم. فقط جان ففر به ما میگه اگه میخوای بفهمی یعنی چه این عدد، برو کنار دریا، کنار پلاژ دریا ببین، فقط به ماسه های دریا نگاه کن، ماسه های دریا چند تا ماسه هست، یه مش بردار ببین چند هزار یا چند میلیون تو دست جا میگیری از این ماسه های دریا، تعداد 100 میلیارد ضرب 100 میلیارد. حالا این 20 میلیون، یعنی 20 بیلیون سال نوری، نه سال طبیعی زمینی، که قطر این تازه اینم در حال اکسپاند، در حال بزرگ شدنه، در حال اتساع. آیه قرآن میگه بل ارض بنیناها بعیدان و انا لموسعون، و الارض بله و السماء بنیناها بعیدن و انا لموسعون، آیه 47 سوره الزاریات. ما کائنات رو خلق کردیم با دست قدرتمون و هر آن در حال اکسپاند، در حال بزرگ شدن. این تئوری اکسپنشن اف دی یونیورس هم همینو میگه دیگه. خب حالا اینو عرض میکنم، حالا جالب اینجاست، تمام این آسمان های با عظمت، اینو بگم که سر انسان سود میکشه، تمام این 100 میلیارد کهکشان دب در 100 میلیارد ستاره و 20 میلیارد 20 بیلیون دایمتر و قطر این کائنات، همه این 4% عالم شناخته شده است. الله اکبر، فقط باید فریاد بزنید الله اکبر. من چه گفتم؟ یعنی تمام این چیزی که الان رصد شده و شناخته شده است، این 4% عالمه چیز. بقیهش میگن 23% دارک انرژی، انرژی سیاه. بقیهش مثلا میگن unknown world، دنیای ناشناخته است. اون 23% هم میگن فقط میدونیم دارک انرژی، اما دیگه انرژی تیر، انرژی مبهم، نمیدونیم چی. حالا ببینید وقتی که خداوند میفهمه که سبح لله، حالا میفهمه معنای تسبیح، تسبیح گوی حضرت حق هر آنچه در آسمان و زمین است. یعنی آسمان نه فقط همین 4% که همین 4%ش هم خودش بیکرانه دیگه. و هو العزیز الحکیم، ببینید خود این عزیز الحکیم در حقیقت این بعد از این اومده دیگه، میتونست بگیم و هو مثلا غفور الرحیم، اما عزت و حکمت بعد از این تسبیح میآید، این خودش معنادار است. عزت در زمان عربی میگن ارض عزیز، زمینی که سفت و سخت باشه، این زمین سفت و سخته، میگن از ارض عزیزه. انسانی که عزت داره صلابت داره دیگه، یعنی صلابت و قدرت داره، محکمه. اما کسی که ذلیله شله دیگه، ذلته. و هو العزیز الحکیم، خداوند هم در اوج عزت است
هم در اوج حکمت است. یعنی چی؟ یعنی خداوند این سماوات و ارض را با عزتش، یعنی با قدرت، فبه عزتی که استجبلی دعایی امشب خواندیم، فبه عزتی که استجبلی، یعنی به قدرتی که، یعنی به یدی که، با قدرت خودت استجبلی دعایی. اینجا همینه دیگه. بعد از این خلقت آسمان و زمین و تسبیح تمام موجودات و کائنات، و هو العزیز الحکیم، از 99 اسماء الحسنا العزیز میاد و الحکیم، یعنی خداوند با عزتش، یعنی با قدرتش آسمان و زمین رو خلق کرد و با حکمتش او رو اداره میکند. عزت سخن از خلقت است و حکمت سخن از اداره است. منیجمنت عالم با حکمت است، خلقتش هم با عزت و قدرت است. من فقط سریع بگم که 14 سوره آیه تمام بشه. آیه بعد، و هو العزیز الحکیم، یا ایها الذین آمنو، خطاب مؤمنین است. ای مؤمنین، ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنو، لما تقولون ما لا تفعلون. الله اکبر، عجب آیه است. این استفهامیه، لما علامت استفهام، علامت سوالیه. چرا میگویید آنچه که خود عمل نمی کنید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی آقا نگید، یعنی اگر نمیتونه عمل بکنی نگو. این ایشون، یعنی خداوند میتونست اینجور هم سوال بکنه که چرا عمل نمی کنید آنچه میگویید. به نظرن این لطفش بیشتره، خیلی همین الان بزنم رسیده. یعنی همین خدا میتونست بگه یا ایها الذین آمنوا لماذا لا تفعلون ماذا تقولون، چرا آنچه که شما به اصطلاح آنچه که میگویید، آنچه که عمل، بله، لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی چرا عمل نمی کنید آنچه که میگویید. میتونست اینجور عکسش بگه دیگه، اما اول قول رو میاره قبل از فعل. قول مقدمه بر فعل شده است، سوال روی قول رفته. یعنی شما قولم نگو آقا، اگه نمیتونی به فعلیت برسانی، عمل بکنی نگو، ساکت باش، میتونم راحت تر دیگه. اومد گفته نزد پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله سلام، عرض کرد یا رسول الله مرا نصیحتی بفرمایید. فرمودن برو گرسنه ای را سیر کن. عرض کرد نمیتونم. یه نصیحت دیگه، خب برو تشنه ای را سیراب کن. نمیتونم، فقیر، خودم نمیتونم. خب این نصیحت دیگه، فهمیدن برو برهنه ای را بپوشان، یعنی کمک کن به فقیری بکن. نمیتونه. این نصیحت دیگه، فرمودن زبانت را نگه دار. اینم نمیتونی، اینم نمیتونی، که دیگه خرج نداره که. اما خیلی هنر میخواد، خیلی پاور میخواد دیگه، خیلی ایمان قوی میخواد. خب اینو نگه. حالا این لما تقولون، قول قبل از فعل آمده است، یعنی شما اگه نمیتونه عمل بکنه آقا نگو دیگه. این نگو، نگفتن که خرج نداره که، هزینه که نداره که، مطمئن فقط یه مقدار ایمان میخواد. لذا مخاطب ایمانه. با ببینید، میتونست بگه یا ایها مثلا، یا ایها مثلا الذین، مثلا خطاب مسلمانان، اما خطاب به ایمان است. یعنی چی؟ یعنی کسی که به ساحل امن رسید، قلبش به امنیت رسید، میتونه این آیات رو عمل بکنه، میتونه مخاطب این آیه، میتونه لیاقت خطاب این آیه قرار بگیره. خیلی دقت کنید، خطاب مؤمنین است نه مسلمانان، یعنی یه درجه بالاتر آردی. اگر آمد گفت یا رسول الله پسر من رو نصیحت کنید، ایشون خیلی خورما میخوره، زیاد خورما میخوره، ارتب خورده، من ارتب کی کند؟ مولانا میگه این داستان. بعد پیغمبر فهموندن که خب حالا برو فردا، برو فردا بشون. پیغمبر فردا وقتی اون پسر آمد، فهموندن که خب اینقدر خورما نخور، زیادی نخور بالاخره. حالا بعد مادرش سوال کرد یا رسول الله چرا دیروز نفرموده شما؟ دیروز، خب شما دیروز هم اومدیم پیش خدمت شما، شما میفهمیدید دیروز. فهمیدم من دیروز قبل از که شما بیاد، من خودم خرما خورده بودم، خودم خرما خورده بودم. لما تقولون ما لا تفعلون، رطب خورده، من ارطب کی کنند؟ خود ایشون رطب خورده بودن، نمیتونستم من ارطب بکنم دیگه. بنابراین خیلی، حالا اینش بده، بعدش آیه بعد خیلی تکان دهنده است، میگه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اصلا گناه بزرگ آقا، گناه کبیره است، کبائره. کبر مقتن عند الله، اصلا این مقت الهی، مقت یعنی دشمنی، یعنی غضب الهی، خشم خدا رو بر خودت میخری، تو چیزی که میگی عمل نمیکنی، این گناهی است که بعد کبر مقت عند الله، it is most hateful to الله. واو، یعنی خدا هیت، خدا بدش میاد، دشمن دارد اگر که چیزی که مثلا چیزی که حرف میزنید عمل نمیکنید. خب اگر ما نمیتونیم عمل کنیم، پس نگیم، هیچی نگیم، یعنی راحت ترش اینه که سکوت کنیم. به خاطر اینکه اگه حرف بزنیم عمل نکنیم، اون مسئولیت زاست، یعنی بار ما رو سنگین میکنه، بار گناه ما رو سنگین میکنه. خب انسان عاقل چیکار میکنه؟ خودشو بیخود سنگین نمیکنه دیگه، بزنه پرواز کنه بره. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این خیلی گناه بزرگ است، کبیره است، از کبائر است، و دشمنی خدا رو در راه دارد، در پی دارد. اگر کسی بگوید آن چیزی که عمل نمیکند، پناه ببریم به خداوند. واقعا خیلی مشکله، خیلی سخته اگر که انسان به اینجا برسه که
رطب خورده من رطب. خب بعد آیه بعد بازم خطاب مؤمنی شاید باشه، بل ان الله يحب الذين يقاتلون، این همون وجه تسمیه سوره صف هستش. ان یعنی به درستی، ان ان اینا از ادات تاکید است، ان ان کان اینا در ادات تاکید یعنی شورلی وریلی یعنی قطعا تحقیقا همانا به راستی. ان الله هر وقت ان میاد اسم بعدش همیشه باید فتحه بگیره دیگه ها، ان الله نمیتونی میگه ان الله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ان الله يحب الذين، خداوند دوست دارد. من یادون باشه چند وقت قبل یک بحث اینجا شروع کردم، 17 گروه رو از دل قرآن کشیدیم بیرون که اینا محبوبین خدایان، 17 یا 19 گروه بودن. اومدیم طبق آیات قرآن ریسرچ کردیم که خداوند چه کسان رو دوست دارد، از این واژه محبت و این ماده مثلا حب از دل قرآن بیرون آوردیم گروهایی که محبوب خدایان، یکیشون همینه. ان الله يحب الذين، الذين مفعول يحب است دیگه، یحب فعل، فاعلش خداست، مفعولش الذین، خداوند دوست دارد چه کسان رو؟ الذین یقاتلون، مقاتله باب مفاعله است دیگه، جهاد میکنن در راه خدا، فی سبیله، نه در راه نفسشون. این خیلی نکته مهمیه، یعنی کسی که شمشیرم برمیدارد باید در راه خدا باشه. حالا شمشیر زبان، ما دو رقم شمشیر داریم، یه شمشیر فیزیکی داریم خارجی، یه شمشیری که تو این دهانمون هست به نام شمشیر زبان. اگر این شمشیرم میکشی برای خدا باشه، اگر شمشیر زبانت هم تیز میکنی اونم برای خدا باشه، وقت برای خدا کسی گناه نمیکنه دیگه باشه زبانش. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، این مقاتلین، این مجاهدین، این جنگجویان، صفا در صف، سوره صف، صفا كأنهم بنيان مرصوص، اینها آنچنان صفا در صف پشت کنار هم ایستادند و محکم صف بندی کردند مقابل دشمن دپو زدند که هر پاتکی رو خونسا میکنند، که انهم بنیان مرصوص، گویا یک بنیان، یک بنای بسیار محکم و استوار. شورلی الله لافز دوز هو فایت این هیز وی این رنکس از اف دی ور ا فرم اند کمپکت. کمپکت ها، کمپکت خیلی ترجمه قشنگیه، کمپکت یعنی فشرده دیگه، همون صف فشرده و در حقیقت مرصوص. بله ببینید، مرصوص در زبان عربی رساس، سرب، به سرب میگن رساس، به گلوله میگن رساس به زبان عربی. مثلا رساس سرب، چون گلوله از سرب مثلا ساخته میشه، پس به سرب میگن رساس، به گلوله میگن رساس. حالا بنیان و مرصوص، تصور بکنید یک بنیانی مثلا این با سرب ریخته شده، مثلا میگن سد سکندر مقدونی، سد سکندر با سرب، سرب آب، مثلا آب کرده یا مصر رو مذاب کرده و ریخته اونجا که اون سد رو ساخته. مثلا این مرصوص از همون رساس میاد، یعنی در حقیقت یک بنیانی که ریختگری شده باشه، مثلا با سرب ریختگری شده. ببینید وقتی شما میاد دیوارها رو همینجوری کنار هم میذارید، شیب سوار میشه، سقفش، دیوارهاش، ستونش، فاندشنش، نه یه وقت می‌بینید تمام ساختمان یک پارچه، یه تیکه مثلا با سرب ریختگری شده. حالا جناب آقای مهندس آمدی هستن، ایشون بهتر می‌تونن از من توضیح بدن که مثلا مثلا فرض کنید ساختمانی که اصلا کلش یه قالبی، قالبی یه پارچه، یه تیکه، مثلا سرب ریختگری شده دیگه، این خیلی محکمه دیگه تا اینکه مثلا فرضاً اینا رو به هم سوار کرده باشه. این حالا تشبیه در حقیقت. خب آیه بعد می‌ریم سراغ باز هم و ادغال موسی لقومه. حالا ببینید خداوند دو تا مثال تو این سوره میزنه، حضرت موسی و حضرت عیسی، دو پیغمبر اولوالعزم که در حقیقت داره شاهد مثال میآورد که ما میگیم خداوند دوست دارد کسانی که در راه خدا استقامت میکنن، در راه خدا جهاد میکنن. خب حالا مثال میزنه از در حقیقت یاران موسوی و از یاران عیسوی، که یاران موسی با موسی چه گفتن و چه کردن و یاران عیسی چه گفتن. این خیلی شنیدنی است واقعا. و ادغال موسی لقومه، یا قوم، قوم غلطه با ما میگیم مثلا موت، تشکر، موت، موت درست نیست، یوم، نه موت، یوم، قوم، چون فتح هستش قبل از واو دیگه، اینا باید با فتح خونده بشه دیگه، مثلا موت، قوم، یوم، تورات، تورات نه تورات، حالا میاد. خب بعد قال مثلا قومه یا قوم